مردم مبارز کردستان، توده های آزادی خواه ایران، کشورها و مجامع جهانی. جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 11 اسفند مهمترین به اصطلاح انتخابات تاریخ حیات سیاسی خود را، آن هم در حساس‌ترین شرایط سیاسی و اجتماعی ایران برگزار کرد. این به اصطلاح انتخابات که یک سال و چند ماه پس از انقلاب ژینا و چند ماه پس از دور جدید مداخلات و بحران آفرینی های رژیم در منطقه صورت گرفت، برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت و حساسیت بسیار خاصی از لحاظ کسب مشروعیت نداشته خود داشته و در صدد بازگشت به حداقل شرایط قبل از مهر ماه 1401 بود. به همین دلیل در هفته های پیش از 11 اسفند با اعلام نظرسنجی های متفاوت، تنها در صدد آماده سازی ذهنی برای جعل و آمار سازی و نمایش حضور مردم بر سر صندوق های رأی و بازتاب آن از دریچه دوربین ها بود. جمهوری اسلامی ایران که از پیش از طریق فیلتر نامزدهای مورد نظر خود در شورای نگهبان انتخابات را بیش از پیش از ماهیت خود تهی کرده بود، اما تمام توان و یارای خود را به منظور بازارگرمی انتخابات و جذب بیشتر مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی به کار گرفت. بخشی از این تلاش‌ها عبارت بودند از تشویق و تحریک و ترغیب مردم به مشارکت، دو قطبی کردن انتخابات در تمامی شهرها و مناطق با روش‌هایی همچون در مقابل هم قرار دادن کاندیداها یا سوء استفاده از عوامل مختلف دیگر مانند تفاوت‌ها و تمایزات زبانی، آیینی و ملی، صرف هزینه‌های هنگفت برای کاندیداها با هدف مانور بیشتر برای خرید رأی و تبلیغات، ایجاد فضایی نسبتاً باز و مدت‌دار برای اظهار نظرهای متفاوت، بسیج کردن همه نهادها و سازمانها و تخصیص امکانات دولتی برای داغ کردن بازار انتخابات، مطرح نمودن برخی از موضوعات هویتی و سوء استفاده از این مسائل و عدم محمور کردن شناسنامه و قص علاهازا. رژیم همسو با سیاست تحریک و ترغیب، مرزهای تکلیف سازی و وظیفه شرعی قلمداد کردن مشارکت در انتخابات را در نوردید و تلاش کرد با تهدید و ایجاد رعب و وحشت در مردم از طریق اظهار نظرهای سیاسی در هر سطحی، حتی چند بار از زبان خود خامنه‌ای رهبر رژیم و بعدها با ارسال پیامک به مردم، عدم مشارکت آنان در انتخابات را به معنای دشمنی علنی با اسلام و نظام قلمداد کند تا با بکارگیری این حربه شاید بتواند تعداد معدود دیگری را پای صندوق‌های رأی بیاورد. اما نه سیاست تحریک و التماس، نه تیغ تهدید و ترغیب و نه هیچ کدام از حیله و دسیسه های دیگر نتوانست در مقابل اراده متحدانه و مبارزه مردم ایران و به ویژه کردستان علیه جمهوری اسلامی بایستند و در رساندن موضع و پیام سیاسی مردم نه تنها به رژیم بلکه به جامعه جهانی خللی وارد سازند. حزب دموکرات کردستان ایران این موفقیت اراده توده های مردم کردستان در حماسه 11 اسفند را
به همه اقشار و طبقات حق طلب و مبارز کردستان تبریک گفته که با تحریم سیرک انتخابات بر مبارزه حق طلبانه خود مصر بوده و همچنین این موفقیت پایه های لرزان حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم مشروعیت این نظام را در کردستان بیشتر عیان ساخت. حزب دموکرات کردستان ایران ضمن قدردانی از اکثر توده های جامعه کردستان که با عدم حضور خود در انتخابات از حقوق و آزادی های خود و خواست های ملی دفاع نمودند، همچنین واکنش نامزدهایی که پس از انتشار اطلاعیه مرکز اجرایی حزب دموکرات در رابطه با تحریم انتخابات از رقابت‌های انتخاباتی کنارگیری کردند را می‌ستاید. حزب دموکرات نقش همه احزاب و جریان‌های سیاسی، شخصیت‌ها، روشنفکران مذهبی و دانشگاهی را که در موفقیت تحریم انتخابات فعالانه تلاش نمودند ارج می‌نهد. همچنین تقدیر ویژه‌ای از شجاعت و موضع جوانمردانه زنان آزادیخواه کردستان دارد که تابلوی زنده دیگری از اراده ادامه انقلاب زن زندگی آزادی و پیشاهنگی خود در مبارزه را نشان دادند. همچنین درود و تشکر خود را به همه اعضا و هواداران حزب دموکرات که در این مدت با شجاعت و درایت و وظیفه شناسی بی‌نظیر خود با نشر سیاست حزبی در این خصوص، حزب دموکرات کردستان ایران را در پیروزی تحریم انتخابات و دستیابی به این هدف فعالانه تلاش نمودند تقدیم می‌دارد. توده‌های مردم کردستان، وظیفه و فعالیت و مبارزه شما در حق طلبی بعد از 11 اسفند ماه وارد مرحله دیگر خواهد شد و از مرحله تحریم به اصطلاح انتخابات عبور کرده و در تحریم همه جانبه رژیم در همه ابعاد ادامه خواهد داشت. شما باری دیگر با موضعی هوشیارانه و درک سیاسی و شجاعتتان و با صدای رسای نه در حساس‌ترین زمان به رژیم اعلام نمودید و با پیروزی بر اراده رژیم که همه توان خود را برای برداشت ثمره این به اصطلاح انتخابات به کار گرفته بود، توانستید تصویر زنده دیگری از حماسه پرشکوه اتحاد، همبستگی و یک موضعی مبارزه مندانه خود را خلق نمایید. شما یک بار دیگر به کشورها و جامعه جهانی اثبات کردید که رژیم بحران آفرین و جنگ افروز جمهوری اسلامی ایران که ثبات را در منطقه به خطر انداخته، در داخل کشور چه اندازه حقیر و نامشروع بوده و پایه‌های حاکمیتش چه اندازه سست و لرزان می باشد. پس لازم است جدیتر صدا و اراده توده های مردم ایران برای گذار از این رژیم را بشنوند و از مبارزه حق طلبانه ملل ایران حمایت کنند. در پایان اتحاد و همبستگی و حضور میدانی شما در مبارزه و نه گفتن به جمهوری اسلامی این وظیفه و مسئولیت را برای احزاب سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایجاد می کند تا متعهدانه و جدی دستاوردهای 11 اسفند توده های مردم ایران را به دستمایه همبستگی سراسری و مبنای آلترناتیوی برای گذار از جمهوری اسلامی قرار دهم. به امید آنکه پس از رفراندوم 11 اسفند با اتحاد عمل بیشتر، مبارزه همه جانبه و گسترده برای پیروزی نهایی بر رژیم جمهوری اسلامی ایران، جدیتر و فراگیرتر
در جریان باشد. مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران 12 اسفند ماه 1402 خورشیدی.